ما یک همایش بین‌المللی داشتیم و مهمانان خارجی رو با امضای من چون رئیس شورای سیاست‌گذاری همایش بودم با وزارت صنعت معدن تجارت این همایش رو برگزار کردیم. آقای زاکا هم مقاله رو ارائه داده بودم پذیرفته شده بود. نقش آی سی تی در توانمندسازی زنان متناسب با وضعیت موجود تحولات جهانی و تحولات در ضیافت شامی که ما داشتیم حضور داشتن و مثل همه مهمانان خارجی عکس یادگاری هم گرفتیم و بعداً در جریان قرار گرفتیم که ایشون به کشورشون بر نگشتن و در مسیر فرودگاه بازداشت شدن و که هنوز هم در زندان به سر میبرن و حکم سنگینی هم براشون صادر شده. وقتی یک بازخوانی داشته باشیم در بسیاری از تجاربی که داشتیم و عملکردی که داشتیم به هر شکل اینها مجموعه در واقع اتفاقاتیه که قطعاً ضربه میزنه به تغییر نگاه بیرونی به در واقع امنیت داخلی کشور ما برای سرمایه گذاری که در واقعیت هم چنین نیست. این تصویر غلطی که ارائه میشه و در واقع چهره غلطی که از کشور ما به نمایش گذاشته میشه به هیچ وجه مورد تایید دولت نیست و ما تمام تلاشمون رو به کار بستیم که این اتفاق نیفته، ولی در این حال شاهد هستیم که نتونستیم تأثیر چندانی داشته باشیم در موردش. ما یه اصلی رو در قانون اساسیمون داریم که تحت عنوان اصل تفکیک قوا هست، ولی این به این معنا نیست که ما ناهماهنگی کامل رو بین قوا داشته باشیم، که البته بعضا این پیش میاد، ولی تمام تلاش‌ها بر اینه که این اصل در هماهنگی کامل قوا با همدیگه اتفاق بیفته و به این شکل نباشه که عملکرد یک قوه تلاش‌ها و پیگیری‌های سایر قوا رو نادیده بگیره و یا خنثی بکنه.